به دانشجویان هستیم. با اینکه مدت کوتاهی است که از بازگشایی دانشگاه می‌گذرد، با اینکه مدت کوتاهی از بازگشایی دانشگاه می‌گذرد، اما در همین مدت کوتاه شاهد شدت گرفتن تلاش‌هایی برای استقرار نظم پلیسی در دانشگاه هستیم. گویا تعطیلی دو ساله دانشگاه و شکاف نسلی که ایجاد شده میان دانشجویان به اقتدارگرایان فرصتی برای از بین بردن دستاوردهای مبارزات دانشجویی داده. آنها فکر میکردند که میتوانند نفس دانشجو را خاموش کنند، اما این گمان خیال خامی بیشتر نیست. دو هفته از بازگشایی دانشگاه ها میگذرد و ما چیزی جز اذیت و آزار ندیدیم. حراست دانشگاهی که وظیفه حفاظت از دانشجو را دارد، امروز بیش از هر نهاد دیگری مخل آسایش دانشجویان است. احسن دابندی که تنها منحصر به علم و صنعت نیست و در سایر دانشگاه ها نیز شکل‌های مختلف دیده می شود. پروژه‌ای که برای تضمین و خونسا کردن پتانسیل سیاسی دانشگاه تشدید فشارها بر فعالان و تشکلها و نهایتهای دانشجویی، بلکه همراه با فشارهای روزانه بر عموم دانشجویان است. فشارهایی همچون گسترش حوزه دخالت در پوشش دانشجویان حتی خارج از دانشگاه، ایجاد روب و بحشت در تحلیل دانشجویانی تا پیش از این من که دانشگاه حضوری را به چشم ندیدم و برای تحصیل کیلومترها از شهر خود دور شدم. در این میان عملکرد حراست و حفاظت فیزیکی دانشگاه علم و صنعت جانهای ما را به لب رسانده. این نهاد قدرت تا به جانجا پیش رفته که هفته گذشته وقتی که تشکلی علیه این عمل کرده دست به صدور بیانیه ای زد، به جمع‌آوری بیانیه های یک تشکل از سطح دانشگاه پرداخت و یکی از دانشجویان را مظلوم کرد و به همراه دیگری از دانشجویان آنها را به کمیته انضباطی احضار کرد و پای نیروهای نظامی را به صحن دانشگاه باز کرد. امروز دهه 60 نیست که بتوان با اجبار سلایق و عقایده عصر حجری خود را با زور و چماق به خورد دانشجو داد. امروز باید حق آزادی انتخاب را پذیرفت. چاره ای همجز پذیرش آن نیست. حق انتخاب مهمترین حق هر انسانی بعد از حق زندگی است. ما دانشجویان حضور نیروهای امنیتی در دانشگاه و ایجاد رعب و وحشت را به شدت محکوم میکنیم. امروز ما دانشجویان خواستار موارد زیر هستیم: یک، تشکیل شورای نظارت بر حراست. دو، توقف دخالت در امور شخصی دانشجویان و زیست دانشجویی و به رسمیت شناختن حق آزادی انتخاب. سه، شفاف شدن عملکرد حراست، انتشار آیین‌نامه‌ها و مصوبه‌ها به صورت علنی. چهار، مشخص شدن هویت نیروهای فیزیکی، حفاظت فیزیکی. افراد باید اتیکت اسمشان را روی بیرونی‌ترین لباسشان نصب کنند. توقف کشتنی در دانشگاه و حذف و عدم استعمال موتورسیکلت و وسایل نقلیه موتوری توسط حفاظت فیزیکی. شش، برخورد با عاملان زمان ساکت آقا. توقف ممانعت از فعالیت های دانشجویی سیاسی، مدنی، سنفی و فرهنگی. هشت، توقف پیگرد کمیته انضباطی دانشجویانی که اخیراً احضار شده اند. نو، رفع محدودیت رفت آمد خوابگاه ها. ده، حذف سرشماری شبانه خوابگاه ها. یازده، توقف امنیتی سازی دانشگاه و عدم حضور نیروهای نظامی. تمام.